سلام، من شیرین حیدری، دختر شایسته ایران در سال 2018 هستم. در این ویدیو میخوام درباره برنامه دختر شایسته ایران توضیح بدم و دخترای جوان ایرانی رو با برنامه مجلل یا همون بیوتی پجنت ها آشنا کنم. هر ساله در اکثر کشورهای جهان در محله ها و شهرها مسابقه های زیبایی اجرا میشود. بعد از اون برترین دخترها به نمایندگی از شهر و یا محلشون به مسابقات کشوری وارد میشن. در اکثر این مسابقات تنها زیبایی صورت و یا اندام ملاک برای برنده شدن نیست و شرکت کننده ها از نظر تحصیلات، استعدادهای هنری، دانش فرهنگ کشورشون و دارا بودن هدفهای اجتماعی که به جامعهشون کمک میکنه ارزیابی میشن. در نهایت برنده مسابقه پارچه‌گذاری میشه و با دستگل و سرش همین پارچه‌ای که روش مقام نوشته شده از اون تقدیم میشه و در برخی کشورها جایزه های تشکیلی نیز به برندگان اهدا میشه. در همون سال برندگان به عنوان سفیر فرهنگی کشورشون در مراسم‌های جهانی مثل میس یونیورس میرن و ضمن نشون دادن فرهنگ کشورشون به جهانیان سعی می‌کنن موفقیتی کسب کنن و برای کشورشون افتخار آفرین باشن. این پروسه مثل پروسه ورزش المپیک یا فوتبال جام جهانی میمونه. فیلیپینز The new Miss Universe is Philippines. ایران در سال 1344 این مسابقه را توسط مجله زن و روز برای اولین بار اجرا کرد و خانم سیمای زجو به عنوان دختر بهار برنده این مسابقه شد. از سال 45 این مسابقه به نام دختر شایسته برگزار میشه و خانم ترانه کیسر آخرین دختر شایسته ایران در قبل از انقلاب بود. تا اینکه در سال 2013 مجدداً سازمان دختر شایسته ایران شکل گرفت و این فرصت رو برای دختران ایرانی سراسر دنیا ایجاد کرد که به صورت آنلاین وارد این مسابقات بشن و برندگان بتونن با نام ایران به مسابقات جهانی برن و پرچم ایران رو با افتخار به روی استیج‌های جهانی بالا ببرن. من ششمین برنده دختر شایسته ایران هستم و با افتخار در سال 2018 این لقب رو به دست آوردم. هدفم اینه که به نمایندگی از طرف تمامی دخترای ایران به استیج‌های بین‌المللی برم. حمایت شما از دختران ایرانی باعث میشه تا مادرانی قدرتمند و روشنفکر به وجود بیان که در نهایت فرزندانی تحصیل کرده و روشنفکر که آینده‌ساز کشورمون هستن به وجود بیان.